خانه ها همچنان در میان خرابه ها مدفون هستند فروشگاه ها تعطیل و خطوط برق همچنان مختل هستند بیشک ژاپن با بحران بزرگی روبرو شده است هزاران نفر در زمین لرزه و سونامی کشته شدند امواج نه متری سونامی باعث شد سواحل شمال شرقی این کشور در هم شکسته شود و شهرهای این منطقه به ویرانه تبدیل شود هزینه بازسازی خرابی ها تا 200 میلیارد دلار تخمین زده شده است. برخی از مردم هنوز کار بازسازی را شروع نکردهاند چرا که در جستجوی عزیزان و گمشدگانشان هستند. من دیروز شروع به تمیزکاری کردم اما نتونستم ادامه بدم چون برادرم گم شده و میخوام پیداش کنم باید دنبال برادرم بگردم نیروهای نظامی کشور برای بازسازی مناطق آسیب کمک رسانی می کنند اما مردم میگویند که آنها نمی توانند به تنهایی این کار را انجام دهند ما واقعا از نیروهای نظامی که اینجا هستند سپاس گذاریم اما خیلی خوب می بود که نیروهای نظامی کشورهای ایالات متحده بریتانیا و یا کره برای کمک به ما اینجا می بودند طبق اعلام وزارت خارجه ژاپن 128 کشور و 33 سازمان بین المللی برای کمک اعلام آمادگی کردند ژاپنی ها همه در حال کمک به هم می باشند داوطلبان و اهالی محلی در حال کمک به افراد بی سرپناه هستند. همه که نگران خانه هایمان هستیم. وقتی از پناهگاه برگشتیم دنبال لباس گرم بودیم و خانه را وارسی می کردیم که ببینیم امن هست یا نه. بیشترین چیزی که نگرانش بودیم یافتن لوازم مهم و با ارزشمان بود و به تر تمیز کردن اطراف کمتر فکر می کردیم. مردم در فکر نجات دادن هر چیزی هستند که می توانند از خانه های ویران شدهشان بیرون بکشند و تلاش می شرایط عادی و نرمال ایجاد کنند.